و باز هم در ارتباط با ایران، اما جنبه دیگر. توجه شما را در اینجا به گزارش ویژه جلب می کنم، بخشی از گفتگوی خبرها و نظرها با یکی از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. مریم صبری 21 ساله که پس از دستگیری در اجتماع بهشت زهرا حدود دو هفته در بازداشت بود، میگوید در زندان مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. برای نخستین بار مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، مسئله تجاوز جنسی را رسما در ایران مطرح کرد. توجه شما را به بخشی از این گفتگو جلب میکنم. منو داخل یه جایی بردن، دستان بسته بود، چشام هم بسته بود، به زور لباس منو در آوردن، هرچی التماس میکردم، هرچی گریه میکردم، هرچی داد زدم، اصلا هیچ فایده ای نداشت. یعنی انگار که نمیشنیدن، نمیدیدن گریه های منو، داد منو، التماس منو، و مورد آزار جنسی قرار گرفتم اونجا. توی اون مدت نمیدونم چقدر بود، ولی انقدر گریه کردم که دیگه واقعا به هوش نبودم، نمیدونستم داره چی میگذره، دیگه چیزی رو یادم نمیومد، به چیزی فکر نمیکردم، فقط گریه میکردم. بعد از اون دوباره بردارم توی سلول، تو سلول بودم تا اینکه دوباره نمیدونم چقدر گذشت، چون زمانی رو من نداشتم. دوباره آوردنم بیرون، دوباره همین کار، دوباره همین مدل. بعد از اینکه به طور کامل کتک خورده بودم دوباره سری دوم، دوباره بردنم، ولی اون صدا صدای قبلی نبود. یعنی اون صدا کسی نبود که سری قبل داشت منو شکنجه میداد، یه صدای جدید بود. من 4 یا 5 بار مورد آزار جنسی قرار گرفتم. اون لحظه اونا فقط داد میزدن، بیا رأیت، داریم رأیت رو بهت میدیم، خوشحال باش، چرا گریه میکنی؟ گریه نداره که، داریم بهت رأیتو پس میدیم، نظرته، مگه خودت خواستی؟ چرا رفتی تو خیابون؟ پس تو ول بودی که تو خیابونا بودی، پس حقته هر چی سرت بیاد. سری آخر وقتی منو بردن توی اون اتاقی که حالا شکنجهگاهشون بود، نمیدونم اسمشو چی میذارن، 2 نفر بودن، همیشه 1 نفر بود، این سری 2 نفر بود، چون صداها صدای 2 تا آدم بود، به اسم صدا میکردن هم دیگر رو. خیلی بعد از اینکه کتک خوردم مجدد لباسم در اومد، دیگه هیچ عکس العملی نداشتم، یعنی هیچ مقاومتی نمیکردم در مقابل این قضیه، چیزی نداشتم بگم، چون میدونستم حرف زدن من اون خوشحال میشه، بیشتر لذت میبره. بعد برگشت گفتش که به اون مامور دیگه که اونجا بود، گفت برو بیرون. گفت نه نمیشه، به اسم صدا کرد که نه نمیشه. گفت نه برو بیرون، تو باید بری بیرون. وقتی که رفت بیرون به هم میگفتش که خب چی میخواستی تو خیابون؟ چرا اومدی تو خیابون؟ تا میخواستم حرف بزنم، گفت خفه شو، حرف بزن، فقط گوش کن. وقتی هم که چیزی نمیگفتم میزد، میگفت چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. بعد چشمند منو باز کرد، من آدم رو دیدم، هیچ وقت چهرهش از جلو، یعنی کابوس شبام چهره اون،